سلام دوستان، چطورین؟ خوش اومدین به یه ویدیو دیگه. من مهراد هستم، از کانال ایار بورس در خدمتتونم. دوستان طبق روال هر روز، امروزم با تحلیل ارز کاردانو اومدیم خدمتتون. پس اگه میخواین هر روز از تحلیل این ارز مطلع بشین، لطف کنین همین الان یه لحظه ویدیو رو بکشین بالا، زیرش یه دکمه سابسکرایب یا مشترک شدنه، روی اون گزینه کلیک کنید، زنگوله بغلش هم روی آل یا همه تنظیم کنید، تا به محض اینکه تحلیل ارز مورد نظرتون، حالا چه کاردانو چه شیبا چه دوج یا هر ارز دیگه یا منتشر کردم، ازش مطلع بشین و بتونین سریعا ویدیوشو ببینید. من چند ثانیه ویدیو رو نگه میدارم تا شما اگه هنوز سابسکرایب نکردین سابسکرایب کنید. خب دوستان، اگه سابسکرایب کردین ممنونم ازتون. بریم سراغ تحلیل ارز کاردانو. خیلی خوب دوستان، توی ویدیوهای قبلی که احتمال خیلی زیاد دیدین، من گفتم بهترین محدوده خرید این ارز روی قیمت 1.90 دلار تو کف این محدوده. البته در صورت که توی این محدوده بخرین، حد ضررتون رو میتونین حدود 7% 6% پایین تر روی قیمت 1.77 دلار قرار بدین. و اگه بخواین نوسانی کار کنین، این ارز فعلا توی این محدوده بنفش رنگی که رسم کردیم از 1.90 دلار تا 2 دلار نوسان میده، که چیزی حدود 6% 7% تو هر بار بالا رفتنشه. خب بعد از ویدیو قبلی کاردانو بود که این ارز اومد دوبار به این محدوده برخورد کرد، دوبارم رفت بالا. ببینید، یه بار اومد برخورد کرد، اینجا میتونستین بخرین اگه اون ویدیو قبلی منو دیده باشین، و تا قیمت 2 دلار بریم بالا و ازش نوسان بگیرین. دوباره این ارز برگشت با این محدوده برخورد کرد، اینجا میتونستین بخرین، حد ضررتون رو روی 1.77 دلار قرار بدین و باز هم با این ارز بریم بالا. ببینید، توی یکی از ویدیوهای کاردانو اگه یادتون باشه گفته بودم اینجا بود، من این سه تا کندل رو که دیدم بهتون گفتم، من به این کندلا میگم کندل آبشاری. با یه کندل داجی شروع میشه، قیمت ارز شروع میکنه به پایین رفتن، کندل بعدی بزرگتر از قبلی و کندل سومی بزرگتر از کندل دوم. وقتی این الگو رو من میبینم، از ارز انتظار دارم که قیمتش یه اصلاح نسبتا بزرگی داشته باشه. خب همونطور که میبینید این اتفاق افتاد و یه اصلاح شدیدی داشت قیمت این ارز. اگه بیایم جلوتر، ما توی سودا هم همین الگو رو داریم. ببینید، یک کندل داجی، یک کندل سبز رنگ بزرگتر از کندل قبلی و این کندل سوم هم بزرگتر از کندل دوم. پس با توجه به این الگویی که اینجا داریم، ما انتظار داریم کندل چهارم هم سبز باشه و حداقل دوباره تا قیمت 2 دلار بیاد بالا، که میتونه شروع کننده یه روند صعودی باشه. البته باید در نظر داشته باشین که این فقط یه حدسه و قرار نیست 100% طبق این موضوع پیش بره. از این روش بیشتر که این نوسانگیری های 3%، 2%، 4% استفاده میشه. حالا اگه بیشترم سود داد که فبعا، ولی خلاصه این الگوی کاملی نیستش. خب اگه شما میخواین به این ارز ورود بکنین، ببینید در حال حاضر این محدوده بنفش رنگ محدوده خوبی واسه خریده، در صورتی که حد ضرر شما روی 1.77 دلار یا 1.75 دلار قرار گرفته باشه، چون امکان داره ارز بیاد سایه بندازه روی این لاینه 38 فیبوناچی و یکم پایین تر بیاد. خب این حد ضرری که من گفتم حدود 10% 11% از قیمت فعلی فاصله داره. اگه توی کف این محدوده میخریدین حدود 7% فاصله داشت، ولی از قیمت فعلی حدود 10% 11% فاصله داره. پس باید در نظر داشته باشین حد ضررتون میشه حدود 11% پایین تر. امکان داره شما 11% با خرید این ارز ضرر کنین. حمایت هایی که واسه این ارز مشخص میشه، کف این محدود است که روی 1.90 دلار، پس اولین حمایتش میشه 1.90 دلار، و حمایت دومش که حمایت معتبری روی قیمت 1.80 دلار، البته بالاترش یه حمایت داره روی 1.85 دلار،
ولی این حمایت خیلی راحت میتونه بشکنه، به همین دلیل من اینو نگفتم. مستقیم میایم سر پایینیش که روی قیمت 1.80 دلار که روی لاین 38 فیبوناچی هم قرار گرفته، ولی من نگفتم 1.80 دلار حد ضررتون باشه، چون بعضی استابلاسشون فعال میشه و ارزشون به فروش میره، بعد میبینید در عرض نیم ساعت قیمت ارز دوباره برمیگرده بالا. پس بهتره حد ضرر روی 1.76 دلار 1.75 دلار قرار بگیره که با یه سایه انداختن استابلاستون فعال نشه و ارز به فروش بره. اینا حمایت هایی بود که این ارز داشت. مقاومت هایی که این ارز داره، اولین مقاومت روی 2 دلاره که در حال حاضرم با 0.5% فاصله روش قرار گرفته، یعنی 0.5% دیگه این میخوره به مقاومت. ولی اگه این مقاومت شکسته بشه، مقاومت بعدی که ما داریم این لاین نزولیه که روی قیمت 2.08 دلار 2.09 دلار با این مقاومت برخورد میکنه. در صورت که این لاین نزولی شکسته بشه، 80% احتمال داره یه پولبک به این لاین نزولی بزن، و در صورت که پولبک موفق بود و ازش حمایت شد روی همین لاین نزولی، ببینید این لاین نزولی شکسته بشه، برگرده برخورد بکنه به همین لاین نزولی، کندل سبزی که دیدین بعد از پولبکش زد، میتونین پله دومو بهش ورود بکنین اگه خواستین بازم بهش ورودی داشته باشین. این به عنوان دومین مقاومت مشخص میشه، و مقاومت سومی که این ارز داره روی قیمت 2.21 دلار قرار گرفته که از قیمت فعلی حدود 10% فاصله داره. پس اگه قصد خرید این ارز رو داریم، بازم تکرار میکنم، میتونین به صورت پله‌ای وارد شین. اگه همینجا میخواین بخرین، پله دومتون رو میتونین روی محدوده 1.90 دلار اگه دیدین بازم ازش حمایت شد قرار بدین، که صلاح نیست این کار رو بکنین، چون بازم با 5% 6% سود میتونه ضررش رو جبران کنه. پله دوم رو میتونین روی قیمت 1.78 دلار 1.80 دلار قرار بدین که این نقطه یه نقطه حمایتی خوب واسه این ارز به حساب میاد، و به احتمال خیلی زیاد اگه قیمت ارز بخواد حمایت 1.90 دلارش هم بشکونه و پایین تر بیاد، روی این قیمت ازش حمایت بشه و دوباره تا 1.90 دلار بتونه بیاد بالا، که در صورت که پله دوم شما روی 1.80 دلار ورود کرده باشین، تا 1.90 دلار وارد سود میشین و ضرری که توی این محدود خوردین رو میتونین جبران کنین. ولی ما اینجا یه سری خریدار دیگه داریم که منتظرن قیمت ارز به 2 دلار برخورد کنه بازم مثل 2-3 بار قبلی، و از اینجا شروع کنه برگشت بزنه روی 1.90 دلار. خب من اومدم اینجا یه الگویی رو گفتم در صورتی که این کندل چهارمی که الان روش هستیم سبز بشه و بتونه خودشو به بالای 2 دلار برسونه، احتمالش کمه که دوباره بخواد برگشت بزنه به محدوده 1.90 دلار. ولی اگه این اتفاق افتاد، بهترین منطقه واسه خرید توی این قیمت ها روی قیمت 1.90 دلار. اینجا رو به عنوان پله اول ورود کنین، خب این یعنی برد، چون اگه قیمت ارز بخواد بریزه، شما حد ضررتون یا پله دومتون حدود 6% 7% پایین تره. اگرم بخواد بره بالاتر تا قیمت 2 دلار، باز حدود 7% میتونین ازش سود بگیرین، که اگه بالاتر از اون محدودم بره، بهتون گفتم اولین مقاومتش میشه این لاین نزولی روی قیمت 2.08 دلار الی 2.09 دلار، و مقاومت بعدیش روی قیمت 2.21 دلار قرار داره. الانم این کندلی که میبینید یه کندل داجیه، فعلا فقط این رنگش عوض میشه، قرمز و سبز میشه. این کندل یعنی اینکه بازاره کاردانو فعلا خونساه، فعلا تو بی تصمیمی ان خریدارا و فروشندا، منتظرن یه کندل یا یه نشونه ای از این ارز ببینن که با شدت با اون روند همراه بشن. ببینید اگه این کندل به همین صورت بمونه، کندل بعدیش سبز باشه یا قرمز، بازار با شدت زیادی نسبت به کندل قبلی خودش به همون سمت حرکت میکنه. پس اگه
کندل بعدیش قرمز باشه، دوباره احتمال داره تا قیمت 1.90 دلار بیاد پایین. ولی اگه کندل بعدیش سبز باشه، حداقل تا قیمت 2.05 دلار میتونه بره بالا، حداقلش که احتمال میدیم تا همون قیمت 2.08 دلار الا 2.09 دلار بره بالا و با این لاین نزولی برخورد کنه. خیلی خوب دوستان، این بود از تحلیل امروز کاردانو. ممنون که تا اینجا با ما بودیم. فقط لطف کنید اگه هنوز کانال منو سابسکرایب نکردین واسه دیدن هر روز تحلیل این ارز و ارزهای دیگه، روی دکمه سابسکرایب کلیک کنید، زنگوله بغلش هم روی آل یا همه تنظیم کنید تا به محض اینکه تحلیل ارز مورد نظرتون رو منتشر میکنم ازش مطلع بشین و بتونید سریعا ویدیوشو ببینید. فعلا شب و روزگارتون خوش، خدا نگهدار.